بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ابن عمیر کلبی یکی از رزمندگان مقیم کوفه بود. طبق نقلها مسیحی بود که تازه مسلمان شده بود و چون کوفه یک شهر نظامی بود، بنابراین بود که از کوفه برای مقابله با کفاری که در مرزهای شرقی عالم اسلام حضور داشتن به اون مرزها اعزام شود. اما وقتی متوجه شد که مردم کوفه امام حسین علیه السلام رو دعوت کرده بودند به شهرشان بیاید و او رو با جان و مالشون یاری کنند، نه تنها امام رو یاری نکردند و به شهر خود راه ندادند، بلکه در کربلا آن وجود مقدس و عزیزان و اصحابش رو محاصره کردند و قصد قتل او رو دارند، به هم ریخت، برآشفت و با همسر خود مشورت کرد و گفت من تصمیم داشتم که به جهاد با کفار برم، اما فکر میکنم جنگیدن و جهاد با کسانی که کمر به قتل فرزند رسول خدا بستند از جهاد با کفار لازمتر و نزد خدا پسندیده تر باشه. جالبه که همسر جوانش هم رأی او رو ستود و تشویق کرد که به یاری امام حسین علیه السلام برود و گفت که من رو هم با خود همراه کن. و او با همسر خود از حکومت نظامی که در کوفه اعلام شده بود گریخت و به کربلا رفت و روز عاشورا جز اولین کسانی است که در دفاع از امام حسین علیه السلام با دشمن مقابله می کند، جلو رفت و یکی از افراد برجسته دشمن که غلام ابن زیاد بود را از پا درآورد و در ادامه حمله از پشت او هجومی آوردند. متوجه نشد، همین که برگشت پشت سر رو نگاه کنه شمشیری به دست او خورد، چند انگشت او قطع شد، اما به نبرد خود ادامه داد. در اینجا بود که همسرش قصد داشت که به یاری شوهر وارد عرصه شود، اما امام حسین علیه السلام او رو برگرداند. عبدالله به شهادت رسید، همسر کنار پیکر شوهر حاضر شد و برای او دعا و نجوا می کرد که به دستور شمر این زن بزرگوار هم به شهادت رسید. یا الله، سلام علیکم. میتونم برخواست کنم؟ بفرمایید. سلامت باشید. خیلی ممنون. تشکر. سلامت باشید. خیلی ممنون. چه شماست؟ خوش آمدید. موسی زحمت. سلامت باشید. خیلی ممنون. حسینیمون. سلامت باشید. خیلی ممنون. منور شد. سلامت باشید. خانم دکتر حقیر السادات، معروفید به دکتر بیبی. بله دیگه. خب ما سال هاست بکنم نزدیک از سال حدود 12-13 سالیه که خب به اسم دکتر بیبی. چرا دکتر بیبی؟ حالا خب تو خارج از کشور وقتی بچه های علمی مثلا ارتباط میگیرن، خب با از طریق ایمیل هست یا وارد اون دانشگاه میشید، اسم کوچیک بیشتر صداتون میزنم. خب اسم منم هست بیبی فاطمه. اوایل که ایمیل ها میزدم دیگه اساتید دیگه مخفف میگن به بیبی دیگه، بچه هم دیگه عادت کردن. حالا حتی جالبه که تو ایران هم خیلی وقتا بچه دانشجو میگن دکتر بیبی، یا اونایی که بر میگردن، خب ایرانیایی که مقیم خارج از کشورن که حالا کار علمی با هم انجام میدیم، اونا هم تو ایران به من میگن دکتر بیبی. همه جا کلمه بیبی رو به اسم مادر، مامان بزرگ میشناسن، ولی یزدیا، خب یزدیا به سادات میگن بیبی. بله. خانم دکتر، من دکتر بیبی صداتون کنم، چی صدا کنم راحت ترین؟ خب ما هر دو تا شهادت داریم، تو خیلی از جاها به من میگن تو ایران دکتر سادات هست، خب خارجی ها میگن بیشتر دکتر بیبی. حالا بچه‌ها هر ایرانی میگیم دکتر سادات. آره فکر کنم. کجا درس خوندید؟ من دکترای تخصص آخر مقطع تحصیلم و دکتر تخصصی نانو بیوتکنولوژی رو از دانشگاه تهران گرفتم، دانشگاه علوم و فنون نوین دانشگاه تهران.
همزمان خب با اونجا من فرصت مطالعاتی خارج رفتم که روی پروژه کار میکردم. بعدش خوشبختانه بعد از یک سال تایید شد که اولین گروه هایی بودیم که پی اچ دی مشترک با ایران، دوال دیگری، یعنی دو تا رشته رو با هم دیگه و یک رشته دکترای نانوپزشکی هم خواهد از نانومدیسین از دانشگاه وی او ام سی آمستردام هلند هم اون دکترای دوم من هست. و بعدش هم خوب مشغول شدم، برگشتم یزد و شهر میراث جهانی و هیئت علمی شدم و چند تا شرکت دانش بنیان و فناور دارم که تو همون زمینه فناوری های نوین کنم. رتبه های علمیتون چی؟ خب من برگزیده جایزه جهانی گوهرشاد هستم. حدود 7-8 سالیه که فناور کارآفرین اقتصادی بانوان کشور هستم. جایزه های خوبی بین المللی و ملی گرفتم، حدود 20 تا پتنت و اختراع دارم، ولی برای نزدیک 100 خورده مقاله آیسای و ایمپکت های خوب چاپ شده دارم و تو بحث محصولات دانش بنیان هم الحمدلله دارم خوب کار میکنم و چند سالی هم هست که عضو شورای شهر یزدم، تو کمیسیون گردشگری روابط بین الملل میراث فرهنگی هم فعالیت میکنم. با همه اینا خب خارجی که بسم بی بی میشناسنتون و تو دانشگاه به چه اسمی میشناسن؟ خب ما یه برمیگرد به سالها پیش، تازه که من برگشته بودم و یه برنامه بود خب تو تلویزیون با دو سه تا از دانشجوام، خب اون تو برنامه دو تا از دانشجوام که بعدش با هم ازدواج کرده بودن رفتیم و خب بچه‌ها صحبت کردن و گفتن خانم دکتر چقدر دوست دارید، چقدر بچه‌ها گفتن که ما خانم دکتر غیر از این که استادمون هست مادرمون هست، حتی همیشه احساس میکنیم مادر علمیمون هست، یعنی غیر از این که خانم دکتر خب استاد بوده، پایان‌نامه باش داشتیم، بعدش سرباز نخبگیمون باششون بوده، بعد شرکت زدیم، حالا خیلی از کارها بیشتر به اسم مادر علمی. بعد از اون مراسم اون برنامه تلویزیون خیلی از بچه‌ها، خب من خیلی دانشجو ارشد و پی اچ دی زیاد الحمدلله تو این سالا داشتم و همه به بچه‌ها دهن گشت و همه میگن مادر علمی ما هستی. خانم دکتر یه بحثی که میشه خب بحث ازدواجشون پیش میاد، میگن خانم دکتر خب ما شما این قول به ما دادید، خب بحث کارشون پیش میاد و تقریبا حالا بیشتر هم برمیگرده به این یه استادی داشتم دارم و ایشون تو خارج از کشور، خب خیلی به من کمک کرد آقای پروفسور زندیه، واقعیتش همیشه قدرشناس ایشون هستم. این مادر علمی شاید ایشون استادی بود که پدر علمی من بود، یعنی اون هماهنگی که تو خارج بر من انجام، اون دغدغه‌ای که خیلی ایشون با برای دانشجوش داشت، یعنی غیر از اینکه استادشون بود که حالا ان شاء الله تو کشور ما هم اینطور اتفاق میفته که فقط نگران نمره و تز دانشجو نباشیم، نگران خب از اول مهمتر خود دانشجو باشیم، اون دانشجوی امانتی از دست استاد، واقعیتش این دغدغه آرامششه، دغدغه‌ای که تو مدت که درس میخونه اون، خب این دانشگاه فقط جای علمی نیست، جاییه که فرزند اون که به ما تحویل داده میشه و خیلی چیزا رو یاد بگیره، ارتباط اجتماعی رو، فعال بودن و کار رو، اشتغالش، یعنی فارغ التحصیل ما و از فارغ التحصیل از همه این مسائل باشه و اون تجربه اون استاد باعث شد که من خیلی از اونها بشه دغدغم و ایرانم بیام همین کارو با بچه‌ها، خیلی از اونها واقعا غیر از دانشجوی من مثل فرزند من، یعنی برام مهم ازدواجشون، برام مهم اشتغالشون، برام مهم میشه حتی بعد از این بچه‌هاشون که خب خیلی از اینا این تو 12 سال خیلی از دانشجوها که ازدواج کردن بچه های 4-5 ساله 6 ساله داره و حتی دغدغه اونا هم دغدغه من میشه و اون حالت احساس خوبی به من داره که اینه مثل بچه های خود من هستن. پس همین که به جز دغدغه تحصیل علمی شاگرداتون این نکاتی که گفتین براتون شاید مهمتره توی لیست دغدغه‌هاتون نسبت به شاگرداتون، مشخص شد که دلیل این که شما رو مادر علمی دانشگاه صدا میکنن چی؟ من یک زمانی وقتی که میخواستن خب خیلی خدمت مردم رو دوست داشتم، شاید اون خادم مردم بودن رو زمانی که رفتم شورای شهر احساس خوبی دادم. چند سالی بود من دوست داشتم خادم امام رضا بشم و خادم علمی امام رضا بشم و اولین فردی فکر کنم لیست اولین خادمه های علمی حرم امام رضا من هستم، یعنی این تجربه احساسی خوبی بود. یه وقتی الان خیلی از کارهایی که برای امام حسین یا
برای شاید این واژه رو اولین بار باش بیننده میشنون، یعنی چی واژه خادم علمی؟ خیلی افراد داریم که خب خادم امام رضا هستن تو بحث، خب میرن تو خیلی از افراد تحصیل کردم اون پزشکانمون، خب این تجربه خادم حرم بودن رو کردم. من همیشه دغدغم بود که حالا که من که یه جایگاهی تو علمی دارم بیام بتونم که از این علمم در راستای حرم امام رضا استفاده کنم. این دغدغه خب چند سالی بود، استاد منم خب خودش پیگیر بود و این طرح و ایده رو دادن به آستان و الحمدلله پذیرفته شد. وقتی که اتفاقی برای آقا رئیسی پیش اومد، واقعیتش اون شب یه احساسی بودم که خب من این چیزو به دست آوردم برم که اگر میخوام خیلی جاها این امام رضا به داد آدم میرسه، یه حالت یه یعنی واقعا بیشترین چیزی که احساس خوب به من داد که الان اون خادم امام رضا، خادم امام حسین بودنه از هر چیزی تو از هر مرتبه‌ای بالاتره. خوب شد که اشاره کردیم میونه کلامتون یادی میکنیم از شهید جمهور حاج ابراهیم رئیسی که تو دل مردم جاودانه شد. فکر میکنم خدمتش به امام رضا، هر کسی که در آستان علی ابن موسی رضا خدمت خالصانه کرد موندگار شد. بله. اولی محرمیه که حاج ابراهیم نیست. بله. به چقدر جاش خالیه. بله. ممنون از شما که این اشاره به جاری کردید. بله. واقعیتش من تو این 3-4 سالی که عضو شورا هستم و خادم مردم هستم حس و حال خیلی خوبی داره. شاید قبلش اون خدمت رو به قشر دانشجو داشتم، اما اون حس خدمت به مردم احساس خوبی بود. اما اون زمانی که این لقب خادم ائمه شدن رو گرفتم، اون حساس خیلی بالاتری بود. یعنی باورتون نمیشه، شاید من وقتی جایزه جهانی گوهر شد و بردم تو قسمت علم و فناوری اقتصاد این احساس نداشتم، اما وقتی که اون خادمی ائمه رو به من دادن بهتره احساس بود. یعنی گفتم چقدر این هم خودش مرتبه داشت، یعنی باید سلسله مراتب خادم علمی بودن جمع جوون رو اول احساس میکردم، بعدش خادم مردم میشدم و بعدش بتونم خادم ائمه. این حرف شعار نیست، یعنی با این همه مدارج علمی، جایزه های ممتاز جهانی علمیتون دارید میگید که من اون جایزه‌ای که توی آستان قدس نصیبم شد خادمی امام رضا برام ارزشمندتر از این هاست. بله، یعنی یه احساس خوبیه. یعنی واقعا من اون شب شهادت حاج آقا رئیسی واقعا گفتم بالاترین درجه شون همون خادم امام رضا هست. یعنی اون احساس خوب و خودم یعنی واقعیتش حس افتاد که بلندشم برم. یعنی واقعا اون چیزی که میتونه آدم ها رو خیلی وقت ها عزیز مردم کنه اون ائمه ما هستن. میدونم که پروژه‌های زیادی رو در دست کار دارین. حالا سوالم اینه که آیا همین حس و حالی که راجبش صحبت کردید تو دل این پروژه ها اون توسل و یه چیز خوبه که ماها که مسلمونیم و اون ماهایی که اعتقاد به 14 معصوم داریم مسیرامون فرق میکنه. یادمه که ما پروژه درمان سرطان میخواست شروع بشه، خب منم 4 فرزند داشتم و خیلی سخت بود. بچه هم کوچیکا دوقلوها سنی بودن، سن رشد بود، سنی و من پروژه هم وارد میشدم به عنوان پروژه درمان سرطان استخوان که استوسارکوما هست که بیشتر بچهای 6 7 ساله تا 15 ساله نوجوانا درگیر میشدن. خب رنج سنی بچهای خودم هم تو همون سن بود. اون دغدغه برام خیلی زیاد بود که هیچ وقت یادم نمیره که یه استاد خیلی خوبی داشتم و دارم که ایشون گفت که نگرانم. من اصلا باورم نمیشد که من وارد این پروژه درمان بشم. خب من 2 فوق لیسانس داشتم تو زمینه بیوشیمی و فیزیولوژی کار کرده بودم و دکترام تو نانو بیوتکنولوژی بود که قسمت من شد وارد پروژه درمان سرطان میشم با توجه به کاری که قبلا کرده بودم. و استادم همون وقت گفت که توکل کن که به حضرت فاطمه. گفتم آقای دکتر چطور شده؟ گفت که من یه خواب خوبی دیدم و تو هم خو از سادات هستی و به جدت حضرت فاطمه توکل کن. روزی هم که می‌خواستم از ایران برم یادمه که یکی از دوستان خیلی بچه مذهبی و همیشه بهش میگفتیم شهید زنده هستی شما، یه چیز به من گفت که خام سادات یه چیز بهت میگم، تو هیچ وقت هر جای دنیا هستی حالا داری میری یه کار خوبی رو پروژه استاد سرطان بچه ها شروع کنی
اما یادت باشه که تو الگود کیه، یادت باشه که تو سادات هستی و مادر حضرت فاطمه زهراست. همیشه میدونست خب من این چادر مشکی همیشه چادر ایرانی سرم بودن، گفت این رو همیشه حفظش کنی. ما خدایش رو الان گفتم خدا این اون گوش زده و اون توکله باعث شد که همه جا تا الان همین حالت باشه و احساس خوبی بودن. یعنی آغاز کار پروژه من با یاد حضرت فاطمه بود و با توکل به ایشون. و خیلی وقتا هر جا گیر میکنم اسم حضرت فاطمه و اون عرقی که بهشون داره و اون وابستگی خیلی سختی ها رو راحت میکنه و میتونه این امید بده که ادامه بدم. چون قسم خب ایشون مادر بودن، خب پروژه، خب منم خودم مادر بودم، پروژه هم پروژه هست که برای سرطان بچه هاست و خودش این انرژی میده که این راه را ادامه بده. پس انتظار دارید که از زهرا اول از همه برکت بده؟ بله بله، خیلی فرق داره. توی طبیعتاً خب فستیوال‌های علمی گرد همایی یا این شکلی دعوت میشید جای مختلف جهان، همونجوری که گفتی سفر خارجی هم دارید. وقتی میرید اونجا بازخوردی که مردم، منظورم غیر ایرانی، به شما، به حجابتون، به سبک ظاهریتون میدن چیه معمولا؟ خب حالا با هم همین کشورهای آسیایی رفتم، همین کشورهای اروپایی رفتم، خب خیلی کشورهای زیادی. حالا این تجربه 15 ساله بوده، تجربه خوبی بوده. اون براشون خیلی جالب هست، یعنی یه کسی که اعتقاد به یه چیزی که داره خیلی از خیلی تعداد کمی شاید برخوردهای اشتباه داشته باشن، اما واقعا احترام هست و احترام به این پوششی که هست. خیلی جا من یه وقتای ساعت‌های نماز هم، حالا اون تجربه دانشگاه که مثلا بود، میدونستم من این ساعت یه رو 20 دقیقه میرم برای نماز، یا میدونستم ماه رمضان یه حالتی. یادمه که من اولین سالی که رفته بودم اونجا نزدیک دعای عرفه بود و یه حالتی بود که خب من ایران دوست داشتم، میرفتم و اون عرفه آدم یادش امام حسین میذاره. دو جا خیلی جالبه، یه خود صحرای عرفات که خب من تجربه حج تمتع رو کرده بودم و حس و حال خوبی بود، تجربه کربلا هم داشتم. دغدغه‌ام بود که حالا اومدم یه کشور اروپایی و خب هلند و آمستردام چیکار کنم. به یکی از بچه‌ها گفتم اینجا چیکار میشه دایر عرفه، گفت که میدونم لاهه اونجا هست. من مترو نشستم رفتم لاهه و لیدن که اونجا دایر عرفه، و حس و حال خیلی خوبی داد. یعنی فکر نمی‌کردم تو یه کشور اروپایی اینقدر حس و حال خوبی برای دایر عرفه بود. و یکی دو هفته، خب چند هفته بعدش هم خب میشد محرم و عاشورا بود و اینا. بعدش اونجا هم هی دغدغه‌ام بود که حالا من خب مثلا تو سرچ میکردم خب اینا یزد رو میذارم، خب یزد حسین ایران هست و اون نخبرداریش روز عاشورا بر من خیلی حس عجیب و غریبی داره. یکی از بچه‌ها اومد در زد به من گفت که نذری برات آوردم. خب یه ایرانی بود که دیدم شعله زرد، ما یزدیا میگیم مثلا حلوا. دیو نگاه کردم گفتم چه حس خوبی به من دادی، یه حالتی اون شو لذت آوردنت، اون حالتها، یه حالتی یه عجیب غریب تو اونجا. واقعا وقتی هم که برگشته بودم یهو خیلی دلم تنگ شده بود به اذان. اذان خیلی وقتا خب اونجا تجربه نمیشد و یا بعد میرفتی مناطق یا محلاتی که مسلمان، یا اون اذانی که اسم حضرت علی توشه. یعنی واقعا وقتی به فرودگاه ایران رسیدم، خیلی مدت طولانی شده بود، این حس زمان اذان بود، یه حس و حال خوبی داشت که به خودم گفتم ما یه چیزایی داریم تو ایران تو ازش دور نشیم، شکر خدا که نام علی در اذان. یعنی واقعا اون حس حال خوب مسلمونی ها اونجاها بین اونا خیلی. خانم دکتر، با توجه به اینکه خب مباحثه های علمی دارید با افراد مختلف، نه ظاهرا همسان با شما، درسته، با عقاید مختلف، حالا شده بیان بهتون بگم بابا شما که استاد دانشگاهی، شما که تحصیل کرده این، مثلا این شفا و نظری و قضا و خیمه و اینا، مثلا اینا چیه؟ بیان همچین سوالی از شما بپرسن. خب این خیلی ها میگن، خب خیلی خیلی جواب از ببین جواب ما اینه که خیلی از اینها بعضیش اصلا کار علمی نشون میده. خب این تحقیقاتی که خب وقتی نتیجه میرسه، مثلا ما تو علم نانو کار میکردیم، بعدش میبینیم خب مثلا بعضی از چیزایی که تو مباحث دینی ما هست قبل از که الان تو علم نانو که الان بهش رسیدیم بوده، یه چیز مثلا اثر اون نانو ذره وقتی اون خاصیت، یا حتی ببین من خیلی وقت به بچه‌ها گفتم که شماها هی به اون میگفتن از بچگی که مثلا دختر خانم‌ها طلا براشون خوبه،
اما آقا پسر رو براشون خوب نی. بعدش با علمی ما به دست آوردیم آقا مسیر خون اینطور میشه، این باعث همولیز گلوبولای قرمز میشه. این بحثایی که خب بوده، یعنی خیلی از اینها توجیه پذیر هست خب. و اون چیزایی که بعدش خب اگر خواسته باشه یه چیز کورکورانه تقلید کنین، ببین ما یه بحثی کردیم، خب شاید اینجا خوب باشه یا نباشه که من بگم، من حتی هر وقت تلویزیون ما میخواست یه چیزی رو مثلا یه خانوم رو مدل تمدنش رو نشون بده، پیشرفتش رو ببینه، میگفت مانتویی باشه، میگفت یه خود حجابش کم باشه. اما اگر میخواست وقت زندان رو نشون بده، بدبختی رو نشون بده، یه خانم چادری نشون بده خب. و این واقعیتی بود که بعدش خب من سر کلاسا که وقتی میرفتم، خب وقتی خارج برگشتم سر کلاس، خب من بچهای تخصص میرم دندان پزشکی، فکر میکردم این خانم که میاد مگه ممکنه پاشو تو ایران بیرون گذاشته باشه، مگه میتونه تجربه داشته باشه. بعدش خب بچه‌ها سرچ میکردن، خب این پکت فاکتور مقالاتش بالا هست، اچندیکسش خوبه، تجربه دو تا رشته فوق لیسانس داره، دکترا داره، پروژه بین الملل کار کرده. پس همین هاست، یعنی خیلی وقتا خودمون باعث شدیم این بحثایی که هست به وجود بیاد. و شما تو جواب همچین سوالایی یه حالت مهاجری به وجود میاد، نتایج مطالعات علمی تقارنش با معارف دینی ما تبیین میکنه. بله بله، خیلی خوب. خیلی بله. طالب شده که توی سری پروژه های سخت علمیتون به قول معروف خسته شید و پروژه رو بذارید زمین، نمیشه و اون توسل به دادتون برسه؟ خب این ما خیلی وقت تو همین شاید این چند سال اخیر واقعیتش خیلی مسائل سخت شد، یعنی خیلی وقت من خب کار خب یه موقع کار اجتماعی دارم رو مسئله‌ای که دغدغه‌ام بود، مسئله بانوان، خب اون بانوان علمی اقتصادی برام خیلی مهم بود و خیلی وقتا از مسائل علمی اون دو استاد دانشگاهی یا اون شرکت دانشبانانه دور می‌شدم و اون حس و حال خوب مذهبیه و اون اعتقادات مرا برمی‌گردوشه که تو به خیلی ها قول دادی، تو اون پروژه تو یه مادر هستی، پروژه درمان سرطان استخوان، مغز استخوان، درمان اینها برات مهم. و اون توسط اون اعتقاده باعث شد خیلی از کارا، یه خیلی وقتا باورتون نمیشه که آدم دیگه حس کار نداره، خیلی از مسائل براش تکراری میشه. اما اونها خیلی وقتا به من، یعنی واقعیتش من خیلی وقتا این ذکرایی که میگم، اون حسبنا الله و نعم الوکیل، سبحانک لا اله الا انت، اوفوز و امری الله، خیلی اینو حس خوبه میام دیگه زودی شروع کنم. یا وقتا میبینم برنامه ها تو ذهنم کارهای علمی نمیتونم ردیف بکنم، و اون تو لحظه ها همین ذکرا، همون ائمه، آب اسمش، اون حس حالت خوب بشه، برگرد برای کاراتو ادامه بهش میدی. قبل اینکه ادامه برنامه رو ببینیم، اومدم یه چیزی بگم. اونایی که اهل کار خیرن بسم الله. اما نه شماره کارتی قرار بفرستیم، نه پولی واریز کنید، نه سبد کالایی بگیرید. یه کار خیر خیلی مهم تو این روزای گرم که نعمت انرژی به مساوات، خصوصا برق، بین مردممون تقسیم بشه. یه چراغ اضافی خاموش کن. دمت گرم. تو دانشگاه گفتین که ارتباطتون با دانشجوهاتون انقدری عمیق و جامع هستش که دنبالشون میکنین حتی بعد از تحصیل تا ازدواج، خونه دار شدن و اینا. یه نمونه بارزش که تو ذهنتون مونده رو میتونی برای ما مثال بزنی؟ مثلا من سرباز نخبه زیاد دارم، خب چون شرکت دانشبانیان داریم. چی داری؟ سرباز نخبه، نخبگی که میان حالا تو شرکت دانشبانیان یا سربازیشون انجام میدن، یا اینکه از خیلی از دانشجوهای خود من، خب دانشجوی ارشد من، اغلب پسرها برای سربازیشون تو همون شرکت ما، یعنی رو پروژه که برمیدارن سربازیشون هم اونجاست، یا بعدش حالا با اون شرکت‌های بخش صنعت، خب به سمت دانشگاه نسل 3 و 4 هستیم، اون دغدغه‌هاشون با مثلا حالا خب سربازی تو همین شرکت میشه، ازدواج در کنار، خب خیلی از بچه‌ها کار تیمی انجام میدن، اون شناخته انجام میشه، اون رفت و آمده، اون خب خیلی‌ها بچه‌ها میان مثلا خودشون میگن خانم دکتر ما تو این پروژه با بچه‌ها کار می‌کردیم، این خب گزینه خوبی ازدواج، مشورت می‌کنن، خانم دکتر میشه به خانواده‌مون خبر بدی، یا حالا ما الان با دانشجو چجوری شروع کنیم. و الان تازگی یکی از بچه‌ها بود، خب برای من خیلی جالب بود، خیلی خب تو زمان کرونا رو پروژه خب ما تستای میکروبی ضد عفونی کننده ها رو این دو تا از بچه‌ها دانشجو انجام میدادن، و بعد از کرونا ما دیدیم که اینا خب هم رشته هاشون شبیه هم هست و هم نسبت به هم علاقه داره،
به خانواده‌اش من گفتم خب اینا بچه‌های خوبی هستن و واسطه این ازدواج شدم. بعدش خب دوره حالا بچه‌ها شما ازدواج که سربازی تو چیکار کنیم؟ خب خانم تو خب تو شرکت خودم شدن دانشجوان اومدن که به عنوان پروژه سرباز نخبگی. الان دوره تموم شد خانم دکتر، خب من یکی از دو تا از مسئول فنی یک دو تا از کارخونه ها زیر نظر خودم دوره کارشون هم اونجاست. دوره الان به بچه گفتم خب تو مرحله به مرحله، حتی بعضیاشون بچه هاشون که دنیا میان و یعنی ما این ارتباطه اون حسه که واقعیتش مثل بچه های خودم هستن، یعنی ازدواجشون، قبل از ازدواجشون، بعدشون، این درس فقط درس خوندنه نباشه. پس گفتید که مثل بچه‌های خودتونه. بله بله. چند تا بچه دارید؟ من 4 تا فرزند دارم. خیلی وقتا پسرم خب خیلی وقتا میگم گله میکنم، یه وقتا اینقدر این دانشجو مامان به شما نزدیک میشن که من حسادت میکنم که این از ماها به مامانمون نزدیکتره و واقعا شما یه کاری برای اینا میکنید که شما برای ماها نمیکنید. فکر کنم بچه‌هاتون اگه تو محیط دانشگاه بودن همیشه دائما دانشجو بودن بیشتر میتونستن. الان که دو تاشون دانشجو خودم هستن، تزاشون خب منم هستم. خب بیشتر وقتتون تو دانشگاه؟ بله بله، بیشتر دانشگاه. بچه‌ها گلایه نمی‌کنن که خب ببینید خیلی وقتا اونام مثلا یهو میبینن ما افطاری یا ماه رمضان، یا خیلی وقتا اونام بالا میشن میان همین سر همین سفره‌هایی که خودمون هستیم، همسرم هم میاد. خب یعنی علمیه که وارد زندگیمون شده. خب خیلی وقتا الان بچه‌های ما دوست ندارن بعضی از چرا درس بخونیم، چرا این علم چو علمی نیست که به تغییر بده. یعنی دانشگاه نسل 3 و 4 که میگن اقتصاد رو تغییر میده، اون بحثی که خب تیم ما خیلی از بچه‌ها همه میگن برید خارج، میگن نه ما به اینجا خوبه خانم دکتر، سربازیمون که اوپی میشه بعدش حمایت میکنه، یا یه جای کارو اشتغالمون باشه، الان امنیت کنار خانواده هستیم، این حس حاله خوبه هست. و خب وقتی ببین من الان خب بچه‌ام همین تو شرایط ازدواج کرده، خب با دانشجوی خود من ازدواج کرده، خب این خب داماد خود من هنوز دو تاشون هنوز که هنوز صدا میزنن به من خانم دکتر، هنوز بعد از چند سال حال نوام داریم. خب این خیلی حس خوبی است. نوام دارید؟ بله بله، ماشاءالله ماشاءالله، خدا حفظشون کنه براتون. خب شما تا اونجایی که من متوجه شدم به سر خانواده‌تون به طوری بوده که از بچگی توی فضا با توجه به هم خاطرات که از یزد میگفتین عزاداری یا مراسم نخل و اینا امام حسینی بودید، ولی خب تحصیل شروع شده مدارج علمی و شدین امروز دکتر سادات، دکتر بی بی. این دوتا امام حسینا فرق کرده با هم؟ یعنی بعد از اینکه شما بزرگتر شدید و با علمتون تأثیری داشتش توی شناخت امام حسین برای شما؟ امام حسینتون رنگش عوض شد؟ خب اون زمانی که شاید من سال خب من سال 70-71 ازدواج کردم و خب زندگی دانشجویی شدم تو خوابگاه دانشجویی، در 12 سالی بود خب لیسانس و ارشد و همسرم هم خب دانشجو بودم، یه وقتایی تازه وارد کار شده، من سال 83 بود که حج عمره دانشجویی رفته بودم، یعنی هنوز نرفته بودم، یعنی قبلش ما فکر کنم محرم بود و روز عاشورا. ما یه مراسمی تو یزد داریم، مراسم نخل برداری امام حسین است. خب همه هر کسی آرزوهاشو داره میره کنار نخل وایس میسه، نقلی یا حاجی بادو میگه اعمال خاصی داره که همه انجام میدن، آرزوهاشونو میگن. یادم میاد که اون وقت من 2 غلام 3 سالشون بود و خب این غربت 13-14 سالی بود، دور از خانوادم از یزد بودم. خواهر من گفت که من یک نیت کردم که شماها برگردید یزد. گفتم بابا ما کارمون الان درسامون تموم شده، خب با همسرم درسشون تموم شده بود و من خب تازه مثلا داشتم ارشد، گفتم تو ذهنم بود که مگه حالا مثلا با این دغدغه کاری. یادم یه اتفاقی اومد تابستونش، من حج عمره دانشجو بودم، وقتی برگشتم دیدم اساسمون جمع شده نیست، هم سر من گفت من یه موقعیت بهتری توی یزد برام پیش اومده و جمع کردیم برگشت یزد. و یادم سال بعد همون زیر نقل ما نقل رو دادیم با بچه ها، خواهرم گفت ببین من زیر نقل امام حسین گفتم که شما ها برگردی با اون خلوص و اون از ته دل خواستم. خب الانم شاید بعد از مثلا 20 سال بعد از این واقع الان من همون زیر نقل امام حسین میرم، خیلی از گره های علمی، خیلی از کارا، خیلی از چیزایی که این پروژه رو میخوام شروع کنم، این تصمیم رو میخوام بگیرم، اینو نیاز به پشتوانه و همراهی اونا همیشه بوده و هست. خانم دکتر توجه به شناخت نسبی که از خانوادتون پیدا کردیم که دختر خانمهاتون هم با دانشجوهای خودتون ازدواج کردن و کلا خانواده علمی همه دکتر، اگر برمیگشتید عقب و یه خواستگاری داشت دختر خانمتون که اصلا تحصیل کرده نبود، دیپلم هم نداشت،
پسر خوبی بود. مؤمن بود. قبول می‌کردی؟ ببین من این سوالو که پرسیدی، من واقعیتش این اتفاق رو سالها پیش، خب من دخترم دانشجوی ترم اول بود که یه خواستگاری با همین بچه مؤمنه خیلی خوبی بود. اون زمان من تازه پروژه خارج از کشور رو شروع کرده بودم و واقعیتش یه وقتایی خب اون لحظه خب من خیلی درگیر علمی بودم، خب حالا به خودم تو بیشتر بحثی بودم که حالا من دو تا رشته خوندم، دخترم خب رتبه اون زمان رتبه 10 کنکور بود و دانشگاه تهران و خب همینجور خواستگاری شما بچه خیلی مذهبی خوب بود، ایشون حتی تیزوشان هم میخوند و اما درس رو رها کرده و رفته وارد سنه شد. من با قاطعیت جواب نرو دادم، خب قاطعیت نرو دادم و نه گفتم نه شما و چی اینا. یه وقتایی الان خب اون پسر خیلی موفق شده و یکی از گروه سرعت و معدن خیلی مهم تو معروفه تو کشور و بعدش درس رو بعد از 5-6 سال شروع کرده ادامه داده. همیشه یه وقتایی میگم خدایا اون تصمیم هایی که من گرفته شاید اون شاید الان بودم خیلی وقتا مثلا مواظب تر هستم. الان تو پروژه مثلا ازدواج دختر اولم خیلی سخت گیرده بودم تا دختر دومم یا سومی، الان خیلی منطقی تر و خیلی وقتا با دقت بیشتر چون واقعا وارد زندگی شدم. خیلی وقتا خب خیلی از افرادی اومدن که واقعیتش الان موقعیت های خیلی بهتری داشتن خیلی، اما اون چیزی که دغدغه‌ای که دیدم اون که حس حال خوبی، اون که رو پای خود ایستاده، اون که مثلا بتونن با هم آرامش داشته باشن رو میتونه داشته، و اون تجربه رو که شما که گفتید من کردم. شاید خیلی وقتا دغدغه میگم نکنه اون دل این کارو یه وقتای کار من گیر میفته، نکنه دل اون جوان من شکونده باشم، نکنه اون احساس بده و خودش. ولی خب از دلسوزی مادرانه بوده هرچی هم بوده دیگه. دیشب ما به همراه شما شنیدیم روایت خانم باباشاهی، دکتر باباشاهی، که من متوجه شدم شما با هم خیلی رفیقید. بله بله، یعنی واقعیتش ببینید و دوستی من و خانم دکتر موافقید برامون تعریف کنید دوستیتون رو، دعوتشون کنم به اتفاقشون؟ بله بله خیلی عالیه، خیلی بریم خیلی بیاییم. برگشتیم به حسینی از سرگذشت به اتفاق خانم دکتر سادات، ملقب به بی بی، ملقب به مادر علمی دانشگاه، و خانم دکتر باباشاهی عزیز که دیشب روایتشون رو شنیدیم. به ما گفتن که مادر 90 تا بچه. خانم دکتر شما پایان این شکلی براشون متصور بودید از اون قصه رنج و دردی که کشیدن توی مادر شدنشون؟ خب خدایش، من خانم دکتر خیلی دوستان قدیمی هستیم، خب حدود نزدیک به 20 ساله با هم دوستیم و خب کارهای علمی زیادی با هم کردیم و ایشون خیلی وقتا همیشه انرژی زن، هر جایی که من میبرم، هر جایی که کم میارم میریم خونه خانم باقشایی خانم دکتر انرژی بگیریم، کار شروع کنیم. حتی بچه های من هم، یعنی یه جای امنی که میخوان برای آرامش، برای اینکه همدلی کنن، حسشون خوب بشه، چه پسرم چه دخترم، میرن خونه خانم دکتر و اون حس و حال خوب غیر از کارهای علمی که با هم میکنیم نسبت به بچه های خودم رو دیدم، تجربه کردم. خیلی وقتا اینقدر نزدیکن به بچه هام که واقعیتش من خیلی احساس آرامش دارم. خب اون کارهای اجتماعی زیاد و دانشگاه و شورا اونا، اون دوستی خیلی خوبه، اون جایی که خیلی وقتا به بچه ها میگم که خب من که نیستم بخوام دکتر زنگ بزنم، بخوام باقشایی زنگ بزنید، من که جی هستم. خب این حسه را دیدم و قبولم دارم که حالا ببینید که ما که دوست هستیم، حالا نگاه کنید که برای کسای دیگه. من همه، یعنی هر وقت هم که خانم دکتر میدونه، هر وقت که من بهشون زنگ میزنم کار دارم، یه کسی رو دارم، یه فردی رو دارم، یه مشکل رو دارم، چیکار میکنید؟ و الان نمیتونم کار مردم رو انجام بدم، الان ما موندیم تو شورا چیکار کنیم؟ میگن که باشه مسئله حل خودم، موضوعی که خیلی هم سخته، حالا اینا نمیتونم از مثلا خیلی استفاده کنم، اینا نمیتونم از کلانجا، اینا بخت و حوصله میخواد، این آرامش میخواد، دغدغه هاشونه اون که مثل مادر باشی براشونه، برای غیر از بچه خودت مادر باشی. و شما دو بزرگوار هم دغدغه اید. بله بله. این که شما مادر بیولوژیک باشی، خب میتونی یکی دو تا یه تعداد محدودی فرزند داشته باشی، ولی نوع مادری شما برای بچه هایی که دارید ازشون صحبت میکنید خب خیلی متفاوته و میتونه بی‌نهایت باشه. خانم دکتر باباشاهی، این بچه هایی که ازشون یاد شد، با
خب میدونم که یه تعدادشونم مربوط میشن به دختر خانم هایی که جز به طبقه آسیب های اجتماعی محسوب میشن. اینا چجوری رفتارشون با شما، برخوردشون، رفت آمدشون؟ خب ببین، اینا بچه هایی هستن که اکثرا طرد شدن از همه چی، از خودشون، از زندگیشون، از آیندهشون، از خانوادهشون. نه محل زندگیشون جای درستیه، نه افکارشون افکار درستیه، نه آدم های دورش آدم های درستی هن. اینا ممنون آدم هایی که خیلی بد قضاوت میشن تو اجتماع، تنبیه میشن نسبت به اشتباهاتی که دارن. حس من اینه موقعی که میخوایی یکی رو برگردونی به حس خودش، اینقدر باید خودت خوب باشی، اینقدر باید از خودت ببینن که بخوان اینجوری باشن، بخوان کنارت قرار بگیرن. خب بچه هایی از نظر فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی خیلی متفاوتن با من. سعی کردم که با دل اینا برم جلو، با حس اینا برم. مثلا چیکار میکنی که با دلشون برم؟ من یه سویت دارم کنار خونه بابام، خانم دکتر میدونه. یه وقتی 4-5 تاشون رو جمع میکنم، میگم خودتون با هم کنار بیان، یه چیزایی که داریم به هم بدین، پیگیری کنین. اما همین باعث میشه که 2 شب تو خونه من باشن، 2 شب کنار هم باشیم. اصلا برش میگه من میخوام اینجور کنم، میگه من دارم میرم تهران، 3 تاییتون بیان بریم. بعد میدونم اینا ببرنمش تهران، میخوان یه جای دیگه برن، میبرنمش یه جایی که بتونم کنترل کنم. اما اینا هر کاری دلشون میخواد، مثلا شاید صبح تا زور تو مترو این، بعد نهایتش یه مشهد میبرمش. بعد میبینی 7-8 تاشون رو میذارم کنار امام رضا، میگه ما نگاه کنی 7-8 تا آدم کج و کله جلوی دیشتم، خودت میدونی اینو، هر کدومم یه شکل نیست، کدومم مثل هم نیستن. یه جایی برمیگردن. الان من یه دونه دارم تماس میگیرم، میگه سلام عشقم چطوری، من ها اینجور جایی هم. میگم فلانی باز، میگه نه دیگه من اصلاح شدم، دیگه اصلاح شده تو هم کار خاصی انجام نمیدم. بعد میبینم واقعا راست میگه بچه، در خلالی که داره این کارا رو انجام میده، میگم این کارو انجام بده اشکال نداره، شب این آیه رو میخونی، هر شب با هم این آیه رو بخونی، این موسیقی که تو گفتی بعد از اون گوش دادیم، این شب این ریتم مولم اینو میذاری، این سلام عاشورا رو می با هم بدیم هر شب. آه. نیت کنیم ما با هم رفاقتی بریم جلو، ما 5-6 نفر تو سلام عاشورا با هم اشتراک داشته باشیم. و تمام این بچهای من میخونن، یعنی کل بچهای من مادرشون زیارت عاشورا رو میخونن. مادری شما رزق روزی همین بچه‌هاست؟ بله. درسته؟ درست خواهم دکتر؟ بله بله، خیلی. یعنی من وقتی که اشل شخصیتی شما، اون اسلوب زندگی، سبک زندگی شما رو میبینم، احساس میکنم که خب این جایگاه زن اینه دیگه، اگر قراره یه انتهایی داشته باشه پیشرفت، توی خانم دکتر سعادت میشه دیدش. مادری هم کردین، مادر بزرگ هم شدین و امروز هم فکر میکنم میگن نوه مغز بادمه. بله بله. شاید شیرین تر از همه. بله اینا برای شما. بله بله. مادریه. بله. نظرتون چیه راجع به این داستان؟ همونجوری که شما گفتید درسته. خیلی وقتا و شاید من 20 سال پیش 25 سال پیش این تجربه رو نداشتم. اون وقتا احساس میکردم خب حالا من یه فاصله 10 سال بین درسم افتاده، 4 تا بچه کوچیک داشتم. خب اینه. بعدش خب گفتم خب بیا برید که خب با خانه دارم، بچه رو بزرگ کردم فلانه، بیام اون تجربه درس خوندن ادامه رو دادم. خب حالا گفتم یه رشته دو رشته بیام حالا شرکت بزنم دانشجویی ها. بعد بیام حوزه زنان، حالا من معروف بودم که فعالیت اجتماعی خوب دارم، ارتباط میتونم خوب بگیرم با دانشجویی، همه این کارا رو کردیم. حالا مثلا هی امتحان، هی حالا ببینم کدومش. خب رئیس شرکت دانش بنیان بشم، فناور بشم، پژوهشگر بشم، فعال اقتصادی بشم، فعال سیاسی بشم، همه اینا جمع شد، دانشگاه بشم، استاد، حالا اچندکس هم برم بالا، یه قسمت این مسئله. اما باورش کاره احساسی که اون چیزایی که یه وقتایی همه فکر میکنن دخترای ما، خانمهای ما این جایگاه داشته باشه، خب مثلا فلان وضع علمی داشته باشی، سفر خارجی بری فلان، بعدش با واقعیتش الان احساس میکنم همه اینا یه طرف، استاد دانشگاه رو مثلا شاید احساس بکنم پژوهشگر برتر امسال شدم، جایزه فلان رو بردم، جایزه بین المللی چی رو، اما احساس حال، حس خوبه، اون حال، حس اون احساس که تو یه انسان هستی، یه زن هستی، و اون ریحانه ای که خدا گفته مادر شدن خانم. و اون مادره و اون حس خوبیه که ببین من امسال تو کنگره بانوان تاسیسگذار بین المللی پارسال که من دبیر بودم، یه خانمی بود که اصلا یه تحول عجیبی تو من شد. ایشون دانشگاه استنفورد بود تو آمریکا
بعدش ما ایمیل من بهش زدم که من فلانی هستم، دبیر است، به رزومه شما رو دیدم و شما نامزد جایزه ویژه ما هستید. خب ایشون مجاری بود، تو واکسن کار کرد و خیلی پوزه. و گفتم شما مادر 4 فرزندید و این یه امتیاز ویژه است. گفت تو تا الان من جایزه‌های بین‌المللی زیادی گرفتم و هیچ وقت اون جایگاه مادری من هیچ وقت امتیاز درش نمی گفت هیچ جای دنیا هیچ کنه. امسال ایشون جایزه نوبل رو برد. امسال ایشون جایزه نوبل رو برد و گفت اون احساس خوبی که شما به حسی که به ما دادید و هیچ جای دنیا به زن بودن، به مادر بودن من این امتیاز رو ندادم. ما امتیاز رو دادیم تو این کنگره. وقتی به گذشته‌های خودمونم و برمیگرده، خب اون حس خوبه. دخترای ما تو توانمندسازی، خانم‌های ما تو این 30-40 سال کار کردیم فلان درجه علمی به دست بیارن، تو وارد صنعت بشن. اما اون حس خوبه، اون حس مادریه، اون حسی که تو ذات ما هست، اون حس زنانگیه، اون حسی که میتونی که همه اینا داشته باشی. من ببینید که خام دکتر مثلا این حس خوبش رو به بچه‌ها داد، مدل دیگه. من اون تجربه دانشجویی، خب جذب دانشجو و دانشگاه خیلی فرق داره با این با مردمه. من اون حس خوب رو وقتی اومدم خادم مردم تو شدم تو شورا، اون حس عجیب غریبه بود. یا حس تجربه های خانم دکتر رو نمیتونستم بکنم. مثلا نمیتونستم، واقعا برام سخت بود که یه پروژه پیش میومد، میومدم مشکلات مثلا مردم رو میگفتم، میگفتم به این خانم دکتر توی قسمت میتونه وارد بشه. و اون یه حالت های کوتاهی، منی که یک خانم هستم خودم هم کوتاهی کردم. اومدیم رو توانمندسازی ها کار کردیم، اومدیم به این جایگاه، اما یاد دخترامون ندادیم که تو که ریحانه هستی، تو که اون روح لطیفت هست، اون تو که باعث شادابی دنیا شدی. خب چه کارت کنیم که حس خوب داشته باشی، اون اعتماد به نفسه. اون ساعت ها، خب من مادر اگر ارتباطم خوب باشه به دخترم، اون حس حال خوب رو بهش بدم، خب این افتخار میشه. خب براش خب نمیاد که ساعت هاشو بذاره رو برنامه های دیگه، نمیاد که بیاد به که چیکار کنه. که ببین من یه تجربه همیشه به بچه ها میگم که خب من خیلی از جاهای دنیا رو رفتم دیدم، یه خیابونی رو دیدم، خب یه مجسمه های دیدم که خب تو آمستردام که نوشته بود تقدیم به خانم هایی که امرار معاششون از خود فروشیه. این حالت احساس خیلی بدی از خودم به خودم دست داد. من زن، من خانوم واقعا به چه جایی برسم که اینجا برگشتم تو شورای شهر. خب من تو کمیته نامگذاری هست، گفتم خیلی از معادنمون، خیلی از خیابانامون رو، میدونهای مهممون خیلی به اسم زنان معروفمون کنیم که الگوها. خب این میدان بانو گوهر شد که تو مشهد اومد، یا ستی فاطمه که در تو یزد شد. خب ما تندیس اونا که درست میشه، این همه الگو داریم، این الگوهای بزرگی. من میشه تو بچه ها میگم، خب میگن تو اقتصاد فلان، میگم فلان شرکت بانوی تو آمریکا هست فلان جا. میگم ببین من اقتصاد دانشمندی رو از خجیزه یاد گرفتم، ثروت حضرت خدیجه. میگم که بحث سیاسی را از حضرت زینب، اون سخنرانی عجیب عاشورا را کجا کی نجات داد؟ و شمشیر امام حسین بود، اما شجاعت امام حسین، اما دفاع حضرت زینب. خب اگر خواست یه خانم جامعه تو هر بحث اقتصاد بخوای، بحث سیاسی اجتماعی، حضرت فاطمه جامعه و کامل. خب ما اینجور الگوهایی داریم، اما من نمیتونم خیلی سریع به نسل الان بگم. میگم منی که احساس میکنی حالا یه جایگاه علمی به دست آوردم، آرزوم هست 1%، 1000% مثل اون الگوی اصلی بشم و اونو میتونم بپذیرم. مثل حضرت زهرا. خدا رو شکر که ما امشب حرفای به درد بخور شنیدیم از شما دو بزرگوار. حالمون خوب شد یه جایی، حالمون خیلی بد شد. حرف دیشب شما از امام حسین و تمسکتون و اون زیارت عاشوراتون ما و مجموعه برنامه ما رو به این نقطه رسونده که حداقل یه هدیه خدمت شما و خانم دکتر تقدیم کنیم اگه اجازه بدید. 40 تشریف بردین، امسال هم میرین انشالله. این کوله پشتی برنامه از سر گذشت. شما بشینید لطفا، بشینید. خواهش میکنم، بفرمایید. تقدیم شما. ما شاید امسال بریم 40، ما تا حالا تجربه 40 رو نذاشتیم. نداشتی تا حالا؟ ما قصد یعنی دکتر همه جای دنیا رو رفتی، کربلا رو رفتم اما تجربه 40 رو نداشتم. 40 یه دنیا یه دیگه از خانم بزار، شاید این قسمت بشه امسال، قسمت ما بشه. انشالله میبینیم اتون انشالله. بهترین هدیه، حس خوبی داشتیم. خب د
دیشب و امشب راجع به کلمه مادر خیلی شنیدیم، گفتیم و جایگاه مادرهایی که توی کربلا تو دامنشون شهدا رو بار آوردن و تقدیم سید الشهدا کردن. فکر میکنم که شایسته است که ما این برنامه رو تقدیم بکنیم به حضرت مادر صدیقه طاهره. اگر موافق باشید شما دو مادر بزرگوار، از قصد دارم میگم چون شما که مادریتون رو به حد کمال رسوندیم و ثابت کردید، پایان بندی برنامه ما این شکلی باشه. بیننده عزیز، راجب مادر چند کلامی از شما بشنویم و خانم دکتر. ما احساس خوب، یعنی واقعیتش خب اینجا محفل امام حسین بود، بحثی بود که واقعیتش من یک بار بیشتر تجربه کربلا رو ندارم، اما اونجا هم که رفتم خب امام حسین، حضرت ابوالفضل، حضرت زینب، اما واقعیتش دل من یه جای دیگه بود تو سرزمین کربلا و اون گودال قدگاه. احساس همون جا هم، یعنی خب من دنبال اون صدای اصلیه میگشتم، اون مادر اصلی، و واقعیتش من یه احساس خاصی با حضرت زهرا دارم، حضرت فاطمه دارم، و اون این امشب هر چی درسته در باره امام حسین بود، ائمه بود، اما همش برگشت به مادر دو عالم، خب بی بی دو عالم، و اون انشالله این برکت اون مادر اصلی همه ماها که واقعیتش اون حس خوب را به ما میده. آرزو دارم که خب همه این حس خوب به جوانم به ما داده بشه، و این به خصوص دخترای این سرزمینم که این حس خوب مادری رو تجربه کنن، حسی که با هیچ چیز دنیا نمیشه عوضش کرد. انشاءالله ما برگردیم و اون ریشه و اصل و فرهنگمون که همون حس خوب مادری رو برای زنان سرزمینم، حالا چه مادر بشن و چه نشن، اما حس خوبه. اگر خیلی وقتا لازم نیست مادر زیستی باشی، خیلی وقتا همون مادری که بی تو دانشگاه مادر علمی میشی، مادر تو بیمارستان مادر درمان میشی، تو بحث اجتماع مادر اجتماعی میشه، و اون حس خوبها رو همه دختران ما تجربه کنن که این حس خوب باعث اعتماد به نفس میشه، باعث پیشرفت میشه، باعث باور کردن جایگاه زن میشه، و همه اینها اصل ریشه هاشون میشه که حضرت زهراست. همینقدر پر از معنی زندگی حس خوب مادری. و شما خانم دکتر؟ من یه جور دیگه بهتون بگم. بله. ذهنی خودمه که میگم خدا هرچی آفرید نتونست به اون حس عشقش برسه. زمین آفرید، آسمون آورد، دریا آورد، همه جک و جونوری آورد، آدم ها رو آورد، عشقا نشد، آروم نشد، حسین آورد. همیشه تو ذهنم اینه که خدا تو همه رو سر کار گذاشتی، کل اینا رو بردی که اینو بیاری، چون عاشق بودی خواستی عاشق شدنت به رخ بکشی، و خوش به حال اون مادره که خدا چنون حسش و عشقش رو به رخ کشید که این همه سال گذشته همه شدن عاشق اونی که خدا عاشقشه، همه حس گرفتن نسبت به اون مرجع عشق خدا، حس خدا، و تمومش رو همه از اون مادری میدونن که حسین رو برده. یعنی تنها چیزی که میتونم بگم عاشق شدن خداست تو این قضیه. چقدر خوبه خدا عاشق بشه، قیمت میگیره، اما این همه سال گذشته اینجوری به یک مادر قیمت میده، به یک پسر قیمت میده، و کاش یه جای خدا اینجوری من و بقیه رو بخره، درست بخره. من چیزی که از خدا خواستم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک.